اینجا کاشان است، شهری که سابقه اسلامیت و ولایت مداریش به بیش از 13 قرن باز می گردد. آن روزی که پدران و اسلاف هوشمند شما مردم، اسلاف مؤمن و متدین و اهل اندیشه شما دریافتند، تشخیص دادند برای هدایت و ارشاد نیازمند به معلم و مربی هستند. این نکته بسیار مهمه که سرمایه ارزشمند خردورزی و اندیشیدن نسبت به مسائل، اونم مسئله بسیار مهمی که سرمایه حیاتی و امتیاز مردم کاشان است، این در معرض عداوت و دشمنی قرار بگیره. یه عده‌ای حالا چجوری اینو میخوان از دست ما در بیارن؟ نمیان با اساس ولایت و اساس دین معارضه کنن، تو قالب خود دین مداری، تو قالب خود ولایت مداری، تو قالب هیئت و انجمن و دسته طرفدار و علاقمند به ائمه علیهم السلام میخوان گوهرها را از چنگ مادر رد. این یه خطر، خطر جدی است. و این خطم خطی نیست که تو کاشون شما ببینید، تو کشور ما مبتلای به این خطیم. من یقین دارم، جزم دارم، اگر با 10 تا واسطه هم شده، این تفکرت انحرافی از دست دشمن وهابیت تغذیه مالی میشه، یقینا از دست دشمن وهابی تغذیه میشه. ممکنه خودشونم ندونن و یقینا هم احتمال زیادم نمیدانن، اما کیه که پول دوست نداشته باشه؟ کیه که عنوان و مقام دوست نداشته باشه؟ این نکته بسیار مهمه. من اینجا یه توصیه‌ای به پدران و مادران دارم، به خصوص پدران محترم. آقایون پدرها، سابقا شما بچه هاتون مدرسه میذاشتی، خیلی مراقب بودید کدوم مدرسه بذارید، بعدم میرفتید مدیر مدرسه رو میشناختید، معلمش رو میشناختید، اگر نمیشناختید برفتید تحقیق میکردید. الان مثل که این رسما یه قدری داره ور میفته. دلیلش هم اینه که شما اعتماد کردید، میگید نظام، نظام جمهوری اسلامی. خیلی خوب، البته باید به نظامش انسان اعتماد بکنه، اما واقعا اینجوری نیست. اینجوری نیست که آموزش و پرورش ما به طور دربست قابل اعتماد باشه. به همچنین نسبت به مدرسه های بچه هاتون مراقب باشید، نسبت به معلم ها مراقب باشید، حساس باشید. چی میره بالای سر بچه؟ چی میخواد تو مغز این بچه ها تعلیمات دینی بگه؟ انجمن هایی که مثل قارچ از روز زمین داره سبز میشه، بسیاری از اینا رو ما اصلا نمیشناسیم. گاهی هم میان پیش ما استمداد مالی هم میکنن که به اکثرشون هم من اجازه نمیدم، اجازه مالی هم نمیدیم، چون نمیشناسیم این پولا قرار خرج چی بشه. بچه های ما برن اونجا فردا چی تو کله اینا میخوان بکنن؟ به اینا بگن لعن اعداء اهل بیت نکنید، اینو میخوان یاد بدن به بچه ها؟ عفو بر شما، خدا تو قرآن لعن کرده، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. خدا لعن کرده. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. منم اگر اون چرا میدانم نگویم، منم ملعونم به نص قرآن. هر کاری قاعده داره، اینقدر دین خاک تو سر نیست که هر بچه جو علقی بخواد بیاد تو این امور مداخله کنه. ما بعد از 50 سال درس خوندن، حالا گاهی وقتا یه سوال فقهی استفتا میکنن جواب میخوایم بدیم، والا 2 روز 3 روز طول میکشه تا فتوا بدیم. من نمیدونم بعضیا چطور یه شبه مجتهد میشن و ملا میشن و بعدم عناوین خلاصه آریتی رو یدک میکشن. همه جا نظام مهندسی برای خودش یه قانونی داره، پزشکی برای خودش یه نظام پزشکی داره،
اصناف برای خودشون یک نظاممندی دارن. تو مسائل دینی که میشه هر کسی به خودش اجازه میده تو مسائل دینی اظهار نظر بکنه. خب بابا اگه تو همین شهرداری شهر اگه یک مهندس زیباسازی بیاد بخواد تو امور معماری و خانه‌سازی دخالت بکنه مجرمه. یک کسی هم که شأنش زباله جمع کردنه باید زبالش رو جمع بکنه، نه معماری و مهندسی بکنه، نه تو امور دینی مداخله بکنه. این یک مخاطره جدی است. اونم بعدم به یه استناد کنن به یه شیخه که کم سوادی که اون شیخه که من میخواستم در قم دستوری بدم در موردش، بعد یه قدری مراعات کردیم چون توبه کرد، گفته بود کی گفته فاطمیه باید عاشورا شود، بشکند چنین دهنی که در مقابل حضرت صدیقه سلام الله علیه بخواد موضع بگیره. وقتی این بشه مرجع تقلید اینا به اضافه چهار تا مداح دیگه. شما پدران عزیزان مراقب باشید فرزندانتون به کدوم جلسه عزا میرن، کجا میخوان برن. از نظر من حضور در این مجالس محرم است، حرمت شرعی داره و نباید اجازه بدن که فرزندانشون تو مراسمی شرکت بکنن که العیاذ بالله العیاذ بالله شعائر دینی در معرض سخریه قرار بگیره. تکریم ایام ولادت و شهادت حضرات معصومین علیهم السلام و یا وابستگان به معصومین علیهم السلام یک وحی منزل نیست. تاریخ ولادت و شهادت یک روز قراردادی عاشورا مسلم است، 21 مسلم است، اما حتی خود ولادت رسول الله علیه و آله السلام مورد اختلافه. سنی ها میگن 12 ربیعه، ما میگیم 17 ربیعه. تازه در بین شیعیان مرحوم کلینی میفرماید 12 ربیعه. چه اشکال داره هر دوشو جشن میگیریم؟ یک روزی رو الان همه شما میبینید رادیو هم اعلام میکنه، حوزه قم هم تعطیل میکنه، یه روزی رو به عنوان وفات حضرت معصومه سلام الله علیها قرار دادن. اون تولیت سابق مرحوم تولیت که از دنیا رفت، او یه وقتی اعلام کرده بود هر عالمی بتونه ولادت یا وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو بگه من یه مکه مجانی میفرستمش. مرحوم آیت الله مرعشی میفرمود من هر چی تلاش کردم که این مکه رو برام نتونستم پیدا کنم، اما الان یه روز رو قرار دادن. هیچ مانعی هم نداره، احترام میکنن اون روز رو. الانم اگر متدینین ما، جوانهای ما، فرزندان عزیز ما، ولایت مداران شهر ما و یا در بلاد دیگه ایامی رو به عنوان تکریم امامزادگان بزرگ و عظیم الشأن فرزندان بلافصل حضرات معصومین علیهم السلام به عنوان یک روز تذکار و یادآوری تکریم میکنن، یک عمل عبث و بیهوده نیست، عمل پسندیده است، عمل ممدوحه. یه مقداری این کسانی که دارن خط میدن به اینا خودشون رو جمع جور کنن و الا ما جور دیگری به وظیفه عمل خواهیم کرد.